تنها داراییش یک تریلر قدیمی بود که با آن کار میکرد. وقتی دید برادر تراشکارش نه کارگاه دارد و نه سرمایه، تصمیم گرفت تریلر را بفروشد. تو جنوب شهر یه کارگاه 50 متری تراشکار رو اندازه کردیم. همراه برادر و یکی از تراشکاران ماهر شیراز مشغول به کار شدند. حدود یک سالی که کار کردند، فکری جدید به سرشان زد. بیایم بطری‌های نوشابه رو خرد بکنیم و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی رو داشته باشیم. اما این کار نیاز به تجهیزات داشت. شنیده بودیم تو کشور چین دارن این کار انجام میدن، ولی اون موقع ما خودمون تکنولوژیشو نداشتیم. از آنجا که در تراشکاری مهارت داشتن، تصمیم گرفتن این تکنولوژی را بومی سازی کنن. تو اینترنت سرچ کردیم، دیدیم چه کاری دارن انجام میدن. تیکه تیکه دستگاه را به مرور زمان ساختیم. غیر از آسیا، ما واقعا کلا کار خودمون. ظرف مدت 6 ماه اولین خط تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی که در تولید فرش ماشینی کاربرد دارد راه اندازی کرد. این کارآفرینان عهد بسته بودند اگر روزی دستشان به دهانشان رسید، دست افتادگان را بگیرند. لذا به سراغ معتادان متجاهر رفتند. به خاطر که می‌دیدیم این بنده خدا کسی بهشون کار نمیده و با یکی دوتاشون که آشنا شدم، دیدم که از لحاظ فنی و از لحاظ هوش و استعداد واقعا سطح بالایی هستن. در مرحله اول 50 نفر معتاد را جمع آوری و به کمپ ترک اعتیاد فرستادن. نیت کار ما همی بود، پاک بشن و برشون گردونیم به چرخه زندگی. در ادامه طی 3 ماه 210 نفر از گرفتار شدگان در دام اعتیاد را نجات دادند و استخدام کردند. آرامش دارم، زن و بچه هم برگشتن. کارآفرینان داستان ما آنقدر جرأت پیدا کرده بودند که برای بار دوم خیز بلندتری برداشتن. یه خط پاتواش راه انداختیم، دستگاه تولید پرس کارتون رو راه انداختیم. راه اندازی این دو خط جدید هم نیاز به جذب نیرو داشت. اولون 180 این بار دست معلولان و بچه های ماده 16 را گرفتن. ماده 16 بچه های کارتون خوابی که تو خیابون مکان ندارن، جا ندارن. 90 نفر کارتون خواب بیکار بی خانمان مشغول کار شدن. از اون دست سوء سابقه خواستن، بهمون وام دادن، ضامن نخواستن. حتی خانه هم برایشان اجاره کردن. اجارهشون خودشون میدن، پول جلوشون خودشون دادن. 90 نفر معلول را برای انجام کارهای سبک استخدام کردن. حالا گام سوم را محکمتر از گذشته برداشتند و خط تفکیک مواد بازیافتی را هم راه اندازی کردن. افتتاح این خط هم نیاز به 70 نفر نیرو داشت. در این مرحله زنان بد سرپرست و یا سرپرست و خانوار استخدام شدن. خدا رو شکر کار به ما دادن و ما دیگه مشغول به کار شدیم. راضی هستیم؟ بله. چند تا بچه داریم؟ 4 تا. سفره‌ای که سال 90 با یک کارگاه 50 متری تراشکاری پهن شد، حالا بیش از 400 نفر نان خور دارد. اینجا نه آخرین خط است و نه آخر خط، آغاز راهی است برای دستگیری از آنهایی که به آخر خط رسیدند.